سلام وقتتون بخیر باشه با یک قسمت دیگه از نکات کلینیکی در خدمتون هستیم این دفعه میخوایم در مورد ادم قرنیه صحبت بکنیم که اگر دقت بکنید نکته مشترک تمام این عکس ها هست و میخوایم در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم ادم قرنیه یا وجود در حقیقت مایه توی استرومای قرنیه به دو دلیل عمده اتفاق میفته یکیش این که یاد در حقیقت اپیتلیوم آسیب ببینه و خاطر اینکه اپیتلیوم یک لایه آبگوریز هست و عشق میتونه اون وارد قرنیه بشه اگر اپیتلیوم آسیب ببینه یا اندوتلیوم آسیب ببینه لایه چهارم قرنیه که در اون موقع اتفاق که میفته اینه که زولالیه میتونه وارد قرنیه بشه و ایجاد ادم بکنه که حالا از نظر اتیولوژی در حقیقت ما اینو بیان کردیم ولی علت های بالینی شو بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم یکی از مهمترین علت که باعث ادم قرنیه یا هر آب آوردگی توی قرنیه میشه ی هستش که حالا یوویتیس میتونه خیلی اوقات توی طوله ها اتفاق بیفته مثل این تصویر که به دلایل مختلف مثل بیماری اوفونی یا حتی واکسیناسیون میتونه اتفاق بیفته و یا میتونه در عرض کنم خدمت شما حیوانات بالغ اتفاق بیفته مثل این ها های هاسکی که میبینید که دچار یوویتیس یو شده که حالا خیلی اوقات توی هاسکی ها میتونه ایمیو هم باشه یا اینکه نظر بالینی میتونه خیلی اوقات توی مواردی اتفاق بیفته که ما زخم های قرنیه داریم و این زخم های قرنیه خب طبیعتا مثل این چشم میبینید که تو این ناحیه که نور فلش دوشاره شکستگی شده ما زخم رو میبینیم و رگزایی رو هم اینجا میبینیم که داره میاد به سمت زخم و این زخم رو بخواد ترمیمش بکنه یا اینجا که ما آیریس پرولابس داریم و قرنیه پاره شده و خب ما ادم قرنیه بسیار شاید داریم یا تو این ناحیه در اطراف این زخم وسیع و عمیق در حقیقت میتونیم ما ادم قرنیه رو ببینیم پس ادم قرنیه رو تو مواقع زخم قرنیه همونطور هم هم که به کلی در مورد اپیتلیوم و اندوتلیوم گفتم داریم گاهی هم ادم قرنیه میتونه در از اندوتلیال دیستروفی باشه و توی حیوان های موسن خیلی اوقات اندوتلیوم دچار آسیب میشه و سلای اندوتلیوم عمل کرده طبیعی خودشون رو با افزایش سن از دست میدن و پمپ که تو اندوتلیوم وجود دارن و در حقیقت کمک میکنن که استروما ها دی باشه آسیب میبینن و اتفاقی که میفته خیلی اوقات ادم قرنیه شروع میشه و غالبا شروعش هم به همین شکلی هستش که میبینید از ناحیه تمپورال معمولا شروع میشه و گسترش پیدا میکنه و کل قرنیه چشم رو میتونه ادم در بر بگیره و این نوای کاملا سفید رنگ روی قرنیه شما میخواهید در حالتی که هیون کاملا ویژوال هست و رفلکسش رو چک بکنید اوکی خواهد بود و میبینه ولی این در حقیقت زایه یک مشکل بزرگی که ایجاد میکنه اینه که این ادم قرنیه وقتی در در سر مشکل اندوتلیوم اتفاق بیفته میتونه قرنیه رو مستعد زخم ها بکنه و زخم هایی که خیلی دیر و سخت خوب میشن اما یه نکته دیگه که تو این عکس ها ما داشتیم وسعت و حجم ادم هست که خب این ادم جنرالایز و خیلی وسیع هست و این ادم فوکال هست حالا با ماهیتش کاری نداریم که حالا این ادم گسترش پیدا خواهد کرد اگر جلوشو نگیریم ولی میتونه ادم به این صورت هم اتفاق بیفته که خیلی اوقات تو زخم که خیلی ممکنه حالا بزرگ نباشن میتونه که ادم به صورت فوکال باشه ولی تو آسیب های اندوتلیوم معمولا ادم به صورت جنرالایز هستش و تو یا تو, تو یوویت ها معمولا ادم به صورت جنرالایز دیده میشه که حالا یوویت ها رو با اون علامت که قبلا در صحبت کردیم تا حدی میشه از اون آسیب اندوتلیوم تفریقش کرد و یکی از مهمترین روش ها هم تونومتری هستش و توجه کردم به سایر علائمی که در حقیقت توی اوویت وجود داره سعی کردم نکات مهمی که وجود داره رو خیلی خلاصه خدمتون بگم حالا اگر سالی هم باشی که تو کامنت ها میتونید برامون بنویسید و امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو داشته باشید و این هایی که خدمتون گفتم براتون مفید بوده باشه اوقاتتون خوشی